یادتون میاد زمانی که انترنت به عنوان فناوری نوینی تلقی میشد که قرار بود با خودش اصر طلایی دانش و آگاهی و دموکراسی رو به ارمغان بیاره خب حالا انگار برعکس شده و ما با وضعیت تیر و تاری رو بره هستیم انقلاب دیجیتالی سبب بروز ترس و نگرانی درباره حریم خصوصی از دست رفته و نظارت گسترده و نشر سیستماتیک اطلاعات نادرست شده آیا شرکت های بزرگ فناوری به ما خیانت کردند چطور میتونیم مطمئن بشیم که پیشرفت های شگرف فناوری به طور مثبت به خدمت گرفته میشن و نه برای خرابکاری این برنامه گفتگوی استیون ساکر از برنامه هارت، بخش جهانی بی بی است در این باره با براد سمیت رئیس شرکت مایکروسافت یکی از بزرگترین شرکت های فناوری دیجیتالی براد سمیت به هارتاک خوش خیلی ممنون خوشحالم که اینجا شما مدت زمان زیادی در شرکت مایکروسافت کار کردیم تقریبا سه دهه شاهد سیر تکامل دیدگاه بشر نسبت به فناوری اطلاعات به ویژه اینترنت بودیم منظورم نگاه مثبت و خوشبینی گسترده است که در سالهای اول به وجود اومده بود موافقیم که امروزه ما بیشتر نگران نقش اینترنت هستیم و میترسیم مبادا برخی از ارزش ما را از بین ببره <applause> فکر می کنم بشه گفت که مشکل به طور کلی اینه که ما الان در عصر اضطراب زندگی می کنیم. دائم درباره نیروهایی که زندگیمون رو مختل می کنن صحبت می کنیم. حتی زمانی که درباره فناوری صحبت نمی کنیم، مثلا درباره جهانی شدن تجارت یا نابرابری درآمدها صحبت می کنیم، در واقع داریم درباره نیروهایی صحبت می کنیم که به واسطه فناوری آزاد شدن. پس در زمانی زندگی می کنیم که فناوری هم اسلحه هست هم ابزار و لازمه که هر دو روی این سکه رو مد نظر داشته باشیم جالبه شما این عبارت رو در کتاب خودتون هم استفاده کردین که عنوانش درست وسط روی جلده، اسلحه و ابزار بذارین این جنبه از فناوری اطلاعات رو بررسی کنیم اینترنت به عنوان یک سلاح چه کسی مسئول استفاده ای تسلیحاتی از اینترنته؟ من به نوعی فکر می کنم باید حواسمون به با اطرافمون باشه. قبل از هر چیز مهمه که این موضوع برای برخی از دولت ها یک فناوری تسلیحاتیه. رژیم های تمامیت خواهی داریم که مثلا در سال 2017 در یک روز در یک تهاجم سایبری یک سوم بیمارستان های خدمات درمانی بریتانیا رو مختل کردند. اما موضوع گسترده تر از اینه. مجرمان سایبری رو داریم. نگرانی هایی در مورد حریم خصوصی خود و عواقب ناخواستش داریم. این یک گروه بندیه که شما در کنار سایر قولهای فناوری دنیا دوره هم جمع شدیم. البته شما خودتون نماینده ارشد یکی از اونها هستین آیا وقتش نرسیده بگیم قولهای فناوری که پنج قول بزرگ در دنیای غرب از جمله مایکروسافت و بقیهشون هم بعدا میشه نام برد بیش از حد بزرگ بیش از حد قدرتمند و بیش از حد خود رعی و متکبر شدن من نمیدونم آیا قولهای فناوری بیش از حد بزرگ یا بیش از حد قدرتمندند. اما لازمه که همه ما اقدام کنیم باید گسترده تر فکر کنیم باید مسئولیت بیشتری عهدهدار بشیم من قطعا بر این باورم که این صنعت باید به بلوغ برسه و باید به طور شفاف و سریح چالش رو که فناوری ایجاد کرده قبول کنه نه فقط مزایاش رو آیا میخواین درباره تکامل فناوری صحبت کنیم چون با داستان زندگی مایکروسافت هم خونی داره مدت زیادی نگذشته از زمانی که تقریبا اواسط یا اواخر دههی 90 میلادی عده زیادی از کسانی که کارشون بررسی و مطالعه فناوری بود از مایکروسافت به عنوان امپراتوری شر یاد کردند شما اولین شرکت بزرگی بودین که برای تسلط بر بازار بیرحمانه از فناوری سوء استفاده کردیم حالا که به گذشته نگاه میکنیم قبول داریم که اون کار در واقع اشتباه بزرگ بود نگرشی که مایکروسافت عرضه کرد ما بیش از حد و اندازه خود اشتباه کردیم و فکر میکنم که این ماجرای جالبیه چون لازم بود که بیاموزیم بخشی از اون چی که باید یاد می گرفتیم این بود که تو آینه نگاه کنیم و خودمون رو توش ببینیم نه به اون شکلی که خودمون رو دوست داشتیم بلکه به اون شکلی که دیگران ما رو میدیدند باید نحوه ارتباط با دنیا رو یاد می گرفتیم لازم بود که قبول مسئولیت میکردیم باید سازش میکردیم و از مقررات همونطوری که اعمال میشد پیروی میکردیم البته من فکر میکنم اون ماجرا به طور کلی برای دنیای فناوری درس عبرتیه البته چون وسوسه کننده بود این مسئله بیش از هر کس در بیل گیتس متجلی شد وسوسه اینکه یک رهبر فوق باهوش و خلاق کسب و کار و یک مؤسسه مبتنی بر فناوری تازه رو ببینی که به معنی واقعی یک کلمه غرق این موضوع شده بود البته صرفا برای توسعه دانش و آگاهی اما راستش بیل اصلا اونطور نبود یا یک مثال جدیدتر مارک زوکربرگ هم واقعا اونطوری نیست موضوع فقط این نیست که خیلی فنیه بلکه بازرگان بیرهمیه که اومده تک تک دلارهایی که میتونه در سایه برتری بر بازار رو به دست بیاره جمع کنه I would not... من نمیتونم عبارتی به این عمومیت رو تایید کنم چیزی که میتونم بگم اینه که در دنیای فناوری افراد با ایده های عالی شرکت راه میانزن و به سرعت رشد میکنن و فکر میکنم یکی از درس هایی که باید آموخت اینه که با وجود اینکه حرکت سری مهمه هیچگاه نباید سریعتر از اندیشه حرکت کنی فکر می‌کنم کنم اگه نگاه کنیم به گذشته فناوری دیجیتال در مواقعی ظرفیت اینو داشت که سریع حرکت کنی. شعار قبلی این بود سریع حرکت کن و همه چیزو به هم بریز. فکر می‌کنم شعار جدید باید بزن یه لحظه حرف شما رو همینجا قطع کنم. آیا شما فکر می مایکروسافت به خاطر عزم راسخش برای تسلط مطلق بر بازار سیستم عامل رایانه های شخصی مقصره؟ من فکر می کنم آنچه ما آموختیم اینه که ما باید گسترده تر فکر کنیم و تمرکز خاصی وجود داره که اغلب در شرکت های فناوری بسیار موفق مشاهده می کنید و میکروسافت هم جزو اون هاست و سپس به نقطه میرسه که تأثیری که شما روی سایرین دیگر افراد این و به طور کلی در سراسر جهان دارید خیلی بزرگتر از اینه و باید برگردین عقب و اون رو درک کنید و این کلید اصلی پذیرش مسئولیته جالبه بنابراین اگر این نقطه ایه که امروز فناوری بزرگ اونجا قرار داره آیا شما درخواست هایی رو که همین حالا در سرتاسر سر عرصه سیاسی و ایالات متحده برای تقسیم بزرگترین شرکت ها صورت میگیره رو درک میکنید اگر قرار باشه اون شرکت ها رو نام ببریم عبارتند از آمازون، اپل، الفبا، همون شرکت که مالک گوگل و بالاخره مایکروسافت و فیسبوک. اینجا میخوام از سناتور الیزابت وارن، کاندیدای حزب دموکرات برای ریاست جمهوری نقل قول کنم که خواستار تجزیه شرکت های بزرگ شده. چون به عقیده ای او این شرکت ها اساسا تعادل قدرت در دموکراسی ما رو به خطر میندازن. من باور دارم که ما باید کفه دموکراتیک تعادل قدرت در دموکراسی رو تقویت کنیم. باور ندارم که لازم شرکت ها تقسیم بشن. حتی باور ندارم که این بهترین یا سریعترین روش برای احیای قدرتی که دولت ها به ویژه دولت های دموکراتیک منتخب مردم باید داشته باشند. ما از تجربه خود میکروسافت یاد گرفتیم در حالی که دولت در مورد ما 20 سال پیش عملا دنبال تجزیه شرکت بود مایکروسافت تونست اونچه رو که میخواست یا نیاز داشت انجام بده و شما در قامت یک دولت میتونید خیلی سریعتر حرکت کنید تا این کار رو به روش دیگه ای انجام بدید بیاین در مورد نقش مقررات صحبت کنیم که شما در کتاباتون از واژه گارد ریل مانع ایمنی استفاده کردین و نظرتون اینه که شما میتونین برای این کار در بخش خصوصی راهی پیدا کنید شرکت های فناوری بزرگ در همکاری با دولت موانع ایمنی مفید و موثری ایجاد کنند تا اطمینان پیدا کنند که مردم از خدمات خوبی بهره مند میشن به من بگین موانع ایمنی چطور باید باشن که امروزه نیستن فکر می کنم باید با پرسش درباره مشکلاتی که می خواهیم حل کنیم شروع کرد و برای حل هر یک از اونها موانع ایمنی ایجاد کنید. البته امروز وقتی به دنیای اطراف نگاه می کنیم مشکلات فناوری زیاد هستند که باید حل بشن. مشکلات مربوط به حریم خصوصی، مربوط به امنیت سایبری، مشکلات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در کارهایی مثل تشخیص چهره، مسائل اقتصادی هم هست به خصوص تاثیر فناوری بر اشتغال در آینده اقتصاد. در برخی نقاط جهان موانع ایمنی رو ایجاد کردند مثلا در اروپا در مورد حریم خصوصی اما تقریبا هر جا که نگاه کنید به موانع ایمنی بیشتری نیاز داریم به موانع نیاز داریم که برای دهه آینده یعنی 2020 ضروری خواهند بود بنابراین از حالا باید شروع به ساختن اونها کنیم یعنی 2020 ضروری خواهند بود. بیاییم با دقت روی حریم خصوصی و داده ها شروع کنیم. چون که فناوری به تک تک ما اجازه میده تا از گوشی های هوشمند، لپتاپ و تبلت هامون برای به دست آوردن و استفاده از اطلاعات استفاده کنیم. و در نتیجه اطلاعاتی هم در مورد خودمون به شرکت های فناوری مثل شرکت شما میدیم. حالا در آمریکا قانونی وجود داره که اساسا میگه از لحاظ قانونی شرکت های فناوری هیچ گونه مسئولیت قانونی در قبال محتوا آنلاینی که بر روی پلتفرم اونها قرار داره ندارن آیا فکر نمی‌کنید این باید تغییر کنه؟ در واقع بله بند 230 قانون اخلاق ارتباطات که در دهه 1990 وضع شد زمانی که اینترنت تازه داشت پا می گرفت مفهوم این بند این بود که بهترین راه برای فعال کردن اینترنت مسئولیت دادن به خدمات تعاملی اینترنت بود مثلا روزنامه نگاران شبکه ها رادیو و تلویزیون که به طور سنتی برای تماس با افراد در معرض خطر بودند فکر نمی کنم چیزی که در دهه 90 وضع شده صرفا باید لغو کرد چون به نظرم این کار احتمالا شبکه های اجتماعی رو خفه میکنه. اما زمان اون رسیده که استثناهایی داشته باشیم. در ذهن مسئولیت های جدیدی هم در این فضا برای شرکت ها از جمله شرکت خود ما ایجاد بشه خب شما میگین از جمله خودتون اما نفس شکا که درون من میگه که یکی از مقامات مایکروسافته اونم از نوع ارشدش که تغییر رو پیشنهاد میده تا خودش رو به عنوان رهبر شرکتی نشون بده که به فکر مردمه اما در واقع تغییریه که فیسبوک و توییتر و برخی دیگه از ارائه کننده محتوا رو فلج خواهد کرد و اصلا هیچ تاثیر روی مایکروسافت نخواهد داشت این برای شما هدف سهل و آسونیه خب راستش دو چیز رو باید در نظر گرفت نخست یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی دنیا لینکدینه که متعلق به مایکروسافت و 650 میلیون عضو در سراسر دنیا داره بنابراین فکر میکنم همیشه مهمه که مطمئن باشیم مسئولیتی که برای دیگران پیشنهاد دادیم خودمون هم عهدهدار بشیم دوم نهایتا فکر نمی کنم باید مسیر رو دنبال کنیم که توانایی هر سرویسی رو برای ارائه خدمات مورد انتظار مردم به طور اساسی تضعیف کنه. خدماتی که مردم به اون متکی هستند، خواه از طرف ما، خواه هر کسی دیگه ای. این باید تمرینی باشه برای تشخیص اینکه چگونه از چیزی که براش ارزش قائلیم حفاظت کنیم اما مسئولیت پذیری رو بیشتر کنیم و امسال گام‌های عملی و واقعی در حال برداشته شدنه. فکر می کنم اینها چیزایی که باید از اونها عبرت بگیریم. بیاین در مورد میزان توانایی شرکت های بزرگ فناوری و دولت در همکاری متقابل صحبت کنیم. اینکه بتونن دوشادوش هم روی این مشکلات کار کنند. ذهن من پر از افکاریه که به عنوان مثال پس از تیراندازی و کشتار مردم در کرایستچرچ نیوزلند در اواخر سال جاری نخست وزیر نیوزلند و رئیس جمهور فرانسه در تلاش برای همکاری با یکدیگر شرکت‌های مانند شما رو با خود همراه کردند تا به عنوان نوعی فراخان همکاری بدهند تا اطمینان حاصل بشه که محتوای مزر مانند مطالب نفرتزا از بین برده میشه و از اینترنت پاک میشه اما رو راست باشین بعد از گذشت چندین ماه هنوز هیچ علامتی مبنی بر کارکرد مثبت این اقدام دیده نمیشه راستش فکر میکنم پیشرفت خیلی مهم می داشتیم و همینطور ادامه خواهیم داد. به نظرم این کار عمدتا مدیون زحمات نخست وزیر نیوزلند خانم جاسین داردن و رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون و رهبران سایر کشور هاست. دست بر غذا کمتر از دو هفته بعد از حمله تروریستی کرایس <applause> چرچ <applause> من در ولینگتون پایتخت نیوزلند بودم و فرصتی پیش اومد که جلسه ای با نخست وزیر آردن داشته باشم. کاری که شروع شد دو ماه بعد به فراخان کرایس منتهی شد. شما میدونید که من چی میخوام بگم به نظر نمیرسه که دونالد ترامپ و دولتش علاقه برای پیوستن به این طرح داشته باشن و اگه آمریکا به اون ملحق نشه این طرح به چه دردی میخوره؟ خب جالب اینه که در دنیای امروز اگه هدف شما در واقع تغییر ویژگی ها یا رفتار شرکت های فناوری آمریکایی باشه راستش همیشه به دولت ایالات متحده نیاز ندارید به اون چه در پی حادثه کرایس چرچ رخ داد نگاه کنید نیوزیلند شروع کرد درست دو هفته بعد از اینکه دولت بریتانیا طرح جدیدی ارائه کرد استرالیا یک قانون جدید وضع کرد فرانسوی ها و آلمانی ها هم پیش اومدن و شرکت های فناوری آمریکایی در واقع تعدادی از جنبه های مهم خدماتشون رو تغییر دادند که تروریست های کرایست چرچ از اون به روشی سوء استفاده کرده بودند ما هرگز نمیخوایم دوباره شاهد چنین چیزی باشیم همه اینها بدون حمایت دولت آمریکا انجام شد آقای اسمیت باید با شما رو راست باشم وقتی شما میگین که نیوزیلند کشورهای اسکاندیناوی فرانسه و شاید هم دولت بریتانیا با این کار همراه شدن تعجب نمیکنم چون ظاهرا با گفتمان رایج سیاستمداران این کشورها همخونی داره اگر شما به ما بگین که روس‌ها، چینی‌ها، کره شمالی و البته دونالد ترامپ و آمریکایی‌ها اون چرا که شما گاهی اوقات از اون به عنوان کنوانسیون ژنو یاد می‌کنین و برای کنترل فناوری اطلاعات در سراسر جهان مورد نیاز اجرا می‌کنن، اون وقت منم علاقمند میشم یا بهتر بگم تحت تأثیر قرار می‌گیرم. مشکل این کشورها هستن و اونا به راه حل شما علاقه نشون ندادن. راستش فکر می‌کنم باید دیدگاه متفاوت در نظر گرفت. ما نیاز به ایجاد ائتلافی کشورهای علاقمند به خصوص دموکراسی‌های های جهان داریم. حدود 75 کشور دموکراتیک در جهان هست که تقریبا نیمی از جمعیت جهان در اونها زندگی می کنند. مثلا سال گذشته تحت رهبری تعدادی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان در پاریس گرده هم اومدن تا یک توافق نامه امنیت سایبری جدید امضا کنند. همه 28 عضو اتحادیه اروپا و 25 کشور از 27 کشور عضو ناتو ایالات متحده حضور نداشت اما داریم پیشرفت میکنیم. But progress is advancing. به موضوع کلیتر من که در مورد قایبین هست توجه کنید. صادقانه بگم اگر در سال 2017 من در بیمارستانی در بریتانیا بودم و سیستم های در اثر حمله بدافساری از طرف کره شمالی از کار افتاده بود دونستن اینکه کشورهای اسکاندیناوی به یک کنوانسیون ژنو نامی برای امنیت اینترنت پیوستن دردی از من دوانه می اونچه که شما نمیگین اینه که چرا ما باید کماکان در رابطه با امنیت داده ها و جریان اطلاعاتمون احساس امنیت بکنیم وقتی میدونیم در کره شمالی روسیه چین و بسیاری دیگر از کشورها افرادی هستند که با تمام توان سرگرم توسعه جنگ افزار سایبری پیشرفته تر از این هم هستن اما این دقیقا همون موضوع اگر قرار از دموکراسی جهان در برابر رژیم های تمامیت خواه دفاع کنید اولین گام ایجاد اتحاد دموکراسی های جهانه این همون اصل اساسی که منجر به ابداع سوزن شد همون اصل اساسی که برنده جنگ جهانی دوم شد همون اصل اساسی که در قرن 21 برای دفاع از دموکراسی های جهان در برابر حملات تمامیت خواهان نیاز داریم نکته جالبی اما شاید کمی ساده انگاریه چون یادم میاد که در سال 2013 در دولت باراک اوباما شما و افراد دیگری از قولهای فناوری برای شرکت در یک جلسه بحران به کاخ سفید دعوت شدید به خاطر اینکه در سایه افشاگری های ادوارد سنودن پی بردین که ایالات متحده یعنی دولت آمریکا آژانس امنیت ملی دولت شما برای مقاصد مربوط به امنیت ملی خودش به صورت غیر مجاز از تجهیزات ارتباطی الکترونیکی استراق سم میکردند بدون اینکه میلیون ها نفری که اطلاعاتشون مورد بررسی بود خبر داشته باشند چرا باید به آمریکا یا در واقع هر دولت غربی دیگه ای اعتماد کنیم. به نظرم باید به دموکراسی ایمان داشته باشیم و هوشیارانه از اون محافظت کنیم. راستش من فکر میکنم همونطور که در کتابم توضیح دادم افشاگری اسنودن در سال 2013 یکی از نقاط مهم تفکر و تعمق در فناوری های دهی گذشته بود و همه ما رو نسبت به چیزهایی که نمیدونستیم بیدار کرد. این امر باعث شد که ما به عنوان یک شرکت علیه دولت اوباما نه شکایت بلکه چهار شکایت طرح بکنیم. ما به دیوان عالی ایالات متحده رفتیم ما کارهایی کردیم که به حمایت‌های قانونی بیشتر منجر شد و این روی دیگر سکه است. اگر ما از حقوق خود در دموکراسی ها محافظت کنیم و خودمون را از حملات سایبری تمامیت خواهان محافظت کنیم، این قرار نیست تمام مشکلات جهان را حل کنه. اما برای پیشرفتی که نیاز داریم، ضروری و اساسیه. من واقعا شور اشتیاق شما را نسبت به این موضوع حس می در این حال تردید دارم که آیا شما واقعا ساده انگاری می کنید. شاید هم برخی از تماشاگرها فکر کنند که احتمالا می خواین رو گمراه کنیم. صادقانه بگم، ثابت کردیم که به بازیگران دولتی در هیچ کجای جهان با توجه به سوابقشون نمیشه اطمینان کرد که از اصول شما پیروی کنند بخش خصوصی هم به دفعات از اصول شما تخطی کرده کافی فقط در مورد فیسبوک و داده که در اختیار کمبریج آنالیتیکا گذاشت و این واقعیت که میلیون ها کاربر فیسبوک نمیدونستان که از داده های اونها برای اهداف سیاسی استفاده میشه فکر کنیم میتونیم در این مورد فکر کنیم صادقانه بگم میتونیم نگاهی به مایکروسافت بیاندازیم حتی در سالهای اخیر شما در ایرلند مورد توبیخ قرار گرفتیم گزارشی منتشر شد که نشون میده لینکدین که یکی از شرکت شماست برای پیشنهاد افراد جدید برای ارتباط روی اطلاعات شخصی کاربران الگوریتم هایی رو اجرا می کرد که نشونی ایمیل های میلیون ها کاربر رو که روحشون هم از این موضوع خبر نداشت می به و مسئولیت این کار با لینکدین بود مقامات هلند هم در رابطه با جمع اطلاعات شخصی کاربران بدون کسب اجازه از اونها انگشت اتهام رو به سوی مایکروسافت گرفتن ما چرا باید به هیچ کدوم از بازیگرای این صحنه اطمینان کنیم به نظرم موضوع این نیست که کناری بشینیم و امید داشته باشیم که مردم کار درست رو انجام بدن فکر می کنم باید مردم مخصوصاً عموم جامعه رو در این کار مشارکت بدیم و همه با هم درست گام برداریم تا مطمئن بشیم که کار درست انجام میشه. به نظرم نکته اساسی که باید سعی کنیم انجام بدیم اینه که کار با ارزشی باشه. یکی از ماجراهایی که در اون کتاب ذکر کردیم درباره با پرزیدنت اوباما در کاخ سفید در سال 2013 است. منم اونجا بودم. وقتی ما دست در کاران بخش فناوری سعی داشتیم کاخ سفید رو وادار کنیم تا کنترل های بیشتری رو بر آژانس امنیت ملی اعمال کنه، بالاخره پرزیدنت اوباما رو به ما کرد و گفت: من نگران این هستم که ورق برگرده و شما فنی ها مقدار اطلاعاتی که در دست دارین برابر یا بیشتر از مقدار اطلاعاتی باشه که دولت داره. روزی خواهد رسید که این درخواست هایی که شما از دولت دارین از شما خواسته میشه. بنابراین اگه این فرض رو بپذیریم صادقانه بگم ما باید در مورد بازیگران دولتی و شرکت های بزرگ فناوری بدمین و شکاک باشیم و اجازه بدیم این موضوع رو به شکل فردی برای تمام افرادی که این مصاحبه رو گوش میدن تعمین بدم همه ما حجم عظیمی داده تولید میکنیم و عده زیادیمون هم مقدار عظیمی داده داریم چرا ما نتونیم مالکیت این داده ها رو داشته باشیم یا حداقل فرایند اینکه که داده های ما برای چه و توسط چه کسی مورد استفاده قرار می گیرن شفاف باشه راستش فکر می کنم اون هدف مهمیه و واقعیت دنیا به همون مسیر میره پس کی خوشبختانه این قانون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقراره که در ماه می 2018 اجرایی شد کسانی که در اتحادیه اروپا زندگی می کنند حق دارند به ارائه کنندگان خدمات دیجیتال مراجعه کنند و بفهمند اون مؤسسه چه اطلاعاتی درباره اونها داره اونها حق دارند اون اطلاعات رو تصحیح کنند اگه اشتباه داشته باشه یا حذف کنند یا به سرویس دهنده دیگه ی انتقال بدن و من میگم که باید این حقوق رو برای بقیه کشورها هم بیاریم. همینطور میگم که امروز مایکروسافت تنها شرکت فناوری که همین ماه می گذشته اعلام کرد که ما از حقوقی که همتایان اروپایی به مشتریانشون دادن اختباس کرده و به همه مشتریامون در سرتاسر دنیا ارائه میکنیم. فهمیدیم که مشتریان ما یعنی مردم سراسر دنیا به این حقوق بها میدن. به نظر میرسه در آینده هوش مصنوعی گام دیگری از همین داستان فناوری باشه در غرب به خصوص در آمریکا ظاهرا هوش مصنوعی و نوآوری های مربوط به اون توسط شرکت های بزرگ فناوری به پیش میره ولی ظاهرا در چین دولت خودش رو و منابع عظیمی رو وقف سرمایه گذاری و توسعه هوش مصنوعی کرده به نظر شما کدوم یکی از این دو روی کرد برنده خواهد بود به نظرم بالاخره شاهد رقابت مداوم بین هر دو روی کرد خواهیم بود. فکر نمی کنم طوری باشه که یکی از روی کردها برنده بشه و روی کرد دیگه بازنده. راستش به نظرم سوال اصلی نباید این باشه که کار کی بهتره؟ آمریکا یا چین؟ سال اصلی اینه که چطور مطمئن بشیم که هوش مصنوعی تا حد شبیه برق بشه؟ از این نظر که تبدیل به ابزاری بشه که هر شرکت، هر دولت یا هر مؤسسه غیرانتفاعی بتونه در جایی ازش استفاده کنه. نباید خواهان این باشیم که هوش مصنوعی اختراعی باشه که فقط در یکی دو جا ثروت و درآمد تولید کنه در دوره طولانی حرفه شما و مشاهده اونچه در بخش فناوری اتفاق افتاده، اونچه برای کسب و کارهای خصوصی رخ داده، آنگونه که دولت‌ها فناوری اطلاعات رو مورد استفاده یا سوء استفاده قرار دادن، آیا شما اطمینان دارین که انسان ها به عنوان گونه ای از موجودات زنده به شکل مسئولانه در حال طراحی و توسعه ماشین های متفکر خودکار هستیم؟ فکر می کنم چه بسا سوالی که شما پرسیدی یکی از مهمترین سوالات نسل ما باشه. به این سال با شرایطی که شما پرسیدین فکر کنید. ما اولین نسل تاریخ بشریت هستیم که به ماشین قدرت تصمیم گیری در اموری رو دادیم که به طور سنتی فقط در دست انسان بود. اگه تو این کار اشتباه کنیم، احتمالا همه نسل های بعدی تاوان اشتباه ما رو خواهند داد. حالا ما باید خوشبین باشیم یا بدبین در واقع به نظرم ما باید مصمم باشیم این موضوع اهمیت بنیادین داره که همه این مسائل رو مد نظر داشته باشیم باید به مردم توان درک اون رو بدیم داریم شروع میکنیم تا مردم رو گرده هم بیاریم نه فقط افراد بخش فناوری بلکه افراد همه جوامع رو تا واقعا درک کنن و به ما قدرت بدن به ویژه در جوامع دموکراتیک تا قوانینی وضع کنیم که حداقل احتمال اجرای درست این موضوع رو افزایش بده خب شما خوشبین هستین یا بدبین؟ خود شما هر دو اما بهتره بگم اهمیتی نداره تنها موضوعی که مهمه اینه که مصمم باشی ما مصمم هستیم اون چرا که در توانمون هست انجام بدیم تا صرفا از بود فناوری به این موضوع نگاه نکنیم به همین خاطره که اون رو در کتابمون هم مطرح کردیم ما به واتیکان رفتیم با رهبران مذهبی جهان و فیلسوفان دیدار میکنیم اگر قرار اطمینان داشته باشیم که کامپیوترها بهترین حالات بشریت رو در بر گیرند لازمه که دقت کنیم همه جوامع بشری در این گفتگو مشارکت داشته باشند و لازمه که این امر رو به طور روزمره مد نظر داشته باشیم براد سمیت زمان خیلی خوبی برای خاتمه این گفتگوه از اینکه در هارتاک شرکت کردین خیلی ممنون. ممنونم. بسیار سپاسگزارم